با عرض سلام خدمت دوستان و همراهان گرامی کانال تحلیلی سیاره رنج خوشحالم که با یکی دیگه از برنامه ها در خدمت شما هستم امروز شنبه 19 اسفند 1402 مصادف با 9 مارچ یا 9 مارس 2024 هستش من اول از همه باید از همه شما تشکر کنم تعداد اعضای کانال به بالای 19 هزار رفت و این باعث, فل... باعث خوشحالی هستش و این امکان پذیر نبود به جز حمایت تک تک شما عزیزان امیدوارم که در ادامه راه هم همراه باشید و به دوستانتون کانال رو معرفی بکنید اگر عضو کانال نیستید عضو کانال هم بشین و کامنت های خوبتون رو که من همه رو مطالعه میکنم و میبینم زیر پست ها بذارید که هدایتگر و کمککر کمک کننده هستش برای ادامه کار من برنامه امروز رو میخوایم اختصاص بدیم به صحبت هایی که در واقع فرمانده ستاد مرکزی ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا نیروهای نظامی آمریکا در منطقه خب میدونید سنت کام در واقع در منطقه خلیج فارس در منطقه دریای سرخ و همین منطقه که حالا میتونیم تعبیر بکنیم ازش به غرب آسیا در اینجا مشغول هست کار میکنه حملاتی که بر ضد داعش بوده عملیاتی که در عراق و افغانستان بوده و تمام پایگاه هایی که در این منطقه دارن تحت کنترل سنتکام سنت هستش فرمانده مرکزی فرمانده این نیروهای آمریکایی در این منطقه جنرال مایکل کورلا این دو سه روز پیش دقیقا فکر میکنم دیروز یا پریروز ایشون در سنای آمریکا در کمیته روابط خارجی نیروهای مسلح سنای آمریکا یک جلسه پرسش و پاسخ با ایشون بوده و صحبت های خیلی جالب میکنه یه گزارش کوچیکی در رسانه های فارسی زبان رفته بود من فیلم کامل این مصاحبه در یوتیوب سرچ کردم که خب راحتتر میشه روش برنامه ساخت هنوز روی یوتیوب نیومده اما در سیستم وزارت دفاع آمریکا در وبسایت وزارت دفاع آمریکا این جلسه صحبت و پرسش و پاسخ وجود داره نمیخوام الان برم روی سایت وزارت دفاع آمریکا کل این مطلب مطلب رو بیارم بحث کنیم این رو در ادامه در یکی از برنامه خواهیم داشت میخوام امروز یکی از سوالاتی که ازش مطرح شده در حد 6 دقیقه که خود سناتور آمریکایی روی وبسایت خودش و در یوتیوب گذاشته اون رو روش مانور بدیم صحبت کنیم خیلی مهمه در مورد بحث یمن مخصوصا در مورد بحث یمن که امروز خبرهای عجیبی اومد که یکی از بزرگترین حملاتشون رو به کشتی های نظامی و کشتی های تجاری مرتبط با آمریکا، انگلیس و اسرائیل انجام دادن میدونید در یکی از حملاتی که چند وقت پیش چند روز پیش انجام دادن چند نفر از ملوانان کشته شدن که حالا ملوانان فیلیپینی و اینها بودن یک کشتی کشته شدن که کشتی حالا ادعا شد آمریکایی آمریکایی گفتن ما نیستش اما گفتن اولین حمله ای بوده که مستقیما مرگبار شده چند روز قبل از اون یک کشتی دیگه ای که حمله کرده بودن در در اون آب بعد از یک, یک هفته یا ده روز که این در وقت موشک بهش بودن بالستیک بهش خورده بود این زیر آب رفتش دیگه غرق شد حتی نیروهاش و اون ملوانان رو پیاده کردن این کشتی جدیدی که چند نفر کشته شدن ملوانش دوباره پیاده کردن و تقریبا, تقریبا فعلا اون کشتی حالا اونجا رها هست مثلا به نزدیکی یه بندری آوردن تا بتونن مطمئن بشن از عمل کردش. و خیلی جالب بود که آمریکایی‌ها ادعا می‌کردن که یمنی‌ها بجز بدون کمک اطلاعاتی ایران نمیتونن کشتی ها رو در دریا با این دقت بزنن حالا چه به صورت پهبادی چه به صورت در واقع بالستیک و موشک های بالستیک و اینها و جالبه که یک کشتی ایرانی که اونجا به نام بهشاد حالا در وسط دریای سرخ حالا مونده بوده لنگر انداخته بوده نظارت میکرده اینها میگفته این کشتی جاسوسی است کشتی اطلاعاتی است و این داره اطلاعات رو میده و کمک میکنه از نظر از مانور هوایی و از نظر از حالا جی پی و اطلاعات مختلفی است که به کدوم کشتی بزن کجا بزنی بعد آمریکایی ادعا کردن که ما یک عملیات سایبر رو این کشتی انجام دادیم این کشتی مجبور شده که بره در سواحل جیبوتی اونجا در اونجا پهلو بگیره ایرانیا دیگه نمیتونن این در واقع چیز رو داشته باشن این کمک اطلاعاتی رو داشته باشن به حوسی ها ولی بعد از اینکه این کشتی هم حالا مثلا از اون صحنه اصلی کنار رفت البته خب اگه واقعا سیستم های جاسوسی و اطلاعاتی و در واقع پدافند و در واقع اطلاعات و گرفتن سنسور ها اینا داشته باشه حالا فرق نداره که توی سکیلمت حالا مثلا چند مایل دریایی اون برتر باشه این برتر ولی در صورت ادعای که نه ما قدرت یمنی ها رو خیلی پایین آوردیم ولی از وقتی که این بهشاد کشتی بهشادم حتی کنار رفع دای آمریکایی ها حملات بیشتر شده و دقیق تر هم شده همینطور که الان گفتم چه خسارت زده پهپادهای آمریکایی رو گرفتن پهپادهای های آمریکایی زدن رو فضای یمن و عجیبه یعنی حالا میگم توی این ویدیو خواهید دید که چقدر تعجب میکنه سناتور آمریکایی از پاسخ خود در واقع این فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا ستاد نظامی فرماندهی مرکزی آمریکا و این خیلی عجیبه اینکه چه اتفاقاتی داره در یمن میفته چه اتفاقاتی افتاده در یمن در این سالها که یمن به این قدرت تبدیل شده جای صحبت داره که ما می‌خوایم بخششو در این فیلم صحبت کنیم یه اشاره ای من در اولین برنامه که من در یمن در ماجرای یمن اتفاق افتاد یادتونه یکی از این روزنامه اقتصادی ایران نوشته بود تیت زده بود اون شب که آمریکا و بریتانیا آمریکا و انگلیس نسخه یمن را پیچیدند و واقعا یادمون بیفته که این رسانه هایی که در داخل کشور مثلا رسانه خارج که چی یک نشاطی بهشون دست داده بود که مثلا آمریکا و انگلیس یک ائتلافی تشکیل دادن حمله کردن یمن تکلیف یمن تموم میشه تکلیف حماس هم که در غزه تموم میکنه اسرائیل دیگه کم کم میان و خلاصه تکلیف جمهوری اسلامی ایران هم تمام میکنه حالا اینا در داخل کشور هستن رانت میگیرن با فولادی ها با این ورانور ارتباط دارن از اون تبلیغات میگیرن دستشون تو دو دست دولت حاکمیت منظورم حالا خیلی از بخشای خصوصی و خصوصی و اینها و جالب اینها همین چند وقت هم این روزنامه و روزنامه مثل ایشون یه جشن نمیدونم بیست سالگی 25 سالگی گرفته بودن و همه افراد و چپ و راست و بالا و پایین و اصلاح طلب و کردن و اینها دعوت بودن به این مراسم و از یقه بسته های عکس حاج قاسم زده تسبیح به دست ها در واقع اونوریایی که رسما مثلا مخالف این جور چیزا هستن و این عجیبه یعنی این سیاست داخلی ایران خیلی از دوستان میگن آقا بیشتر سیاست داخلی ایران صحبت کنیم واقعا سیاست داخلی ایران مثل میدون مین میمونه و واقعا فاسده و باید صحبت کرد در موقع خودش کم کم به اون مثلا وارد بشیم خب یه صحبت کلی که این جنرال مایکل کورلا کرده بود این بود که در وقت خاورمیانه در ترین وضعیت پنجاه سال اخیرش خودش هستش ایران در واقع به خاطر بحث جنگ غزه تمام نیروهای حالا متحد منطقه خودش رو به حالت آماده باش درآورده و اونها فعال شدن دارن فعالیت میکنن در مورد اینکه ایران چه خصوصیاتی داره صحبت کرده و گفته که اگر ایران تبدیل به یک قدرت هسته‌ای شود خاور میانه را برای همیشه تغییر خواهد داد این جملاتش رو در واقع میذاریم که بیشتر در موردش صحبت کنیم بعدا که من فیلم اصلی رو آوردم صحبت کنیم بذارید من الان با شما به اشتراک بذارم این بیانیه و این رفت و برگشت شش دقیقه با این سناتور رو تا من در واقع این سفر با شما به اشتراک میذارم از شما تقاضا دارم که حتما اگر عضو کانال نیستید عضو کانال بشید و یا کانال رو برای دوستانتون معرفی بکنید من بذارید مطمئن باشم که دوباره درست نگذاشتم بله خیلی اه... اینجا من شروع میکنم در واقع این سوال رو بریم جلو با هم دیگه و در موردش در واقع بتونیم صحبت بکنیم جنرال لنگلی in your commands. Um. این آقا که میدونید که اولا این آقای تام کاتنه آقای تام کاتنه دیگه ایرانیا ها می سناتور جوان عضو حزب جمهوری خواه جاه طلب و کسی بود که در زمان امضای برجام سال 2014-2015 خیلی دیگه در واقع آتیش سوزوند خلاصه تو مجلس آمریکا امضا جمع کرد و نامه نوشت به رهبر عالی ایران که حتی تو آمریکا سر میگفتن خب این کار جرمه شما حق نداری خارج از چارچوب دولت و اینها به یک دولتی که دولت دشمن حساب میشه بدون مجوز دولت خود آمریکا باش مکاتبه کنی ولی یک نامه جمع کرد برای سناتورهای حزب جمهوری و اینها تون رو ها نامه امضا کردن که شما دارید با دولت به ایرانی ها گفتن به رهبر ایران نامه نوشتن گفتن شما دارید با دولت اوباما قرارداد امضا میکنید دستور اجرایی هست دولت بعدی که بیاد جمهوری خواه باشه و ترامپ بیادش ما قرارداد و ملغا میکنیم بدونید قانون قوانین داخلی آمریکا اینه میدونید که تو اون جلسه شورای راهبردی روابط خارجی که زیر مجموعه دفتر رهبری هستش آقای اینار مسئولش هستن در حینی که برجام امضا شده بود و هنوز تصویب کامل نشده بود یه جلسه گذاشتن آقای خرازی آقای عراقچی اومدن اگه ندیدید حتما این جلسه رو تو آپارات هست تو یوتیوب هست ببینید فایل های مختلفی داره ولی ببینید تقریبا دو ساعت هستش اونجا یکی از اساتید دانشگاه تهران از آقای ظریف میپرسه که آقای همچین داستانیه آمریکایی‌ها گفتن رئیس جمهور بعدی میاد فلان شما ضمانتی دارید دمدش فکر کردید آقای ظریف اونجا میگه که امکان نداره همچین چیزی آقای ظریف اونجا صریحا میگه که اسم این آقای تام رو میاره میگه من با این بحث توییتری داشتم تو توییت انقدر به هم دیگه جواب دادیم دیگه مردم چیز کنن و آقای ظریف میگه که چون شورای امنیت اومده امضا کرده زیر برجام و این تصویر شورای امنیت میشه حقوق بین الملل هیچ رئیس جمهور آمریکایی دیگه نمیتونه بیاد اینو بذاره کنار و اگه بذارم کسی حرفشو گوش نمیده و آقای ظریف اونجا با حالت تنه و خنده میگه چی میگه این آقای تام کاتن رفتن زیر پستش نوشتن افراد چون ایشون مثلا از هاروارد دانشگاه هاروارد دانشگاه خوب معروف آمریکایی حقوق خونده جیدی خونده لا خونده و این لای که خونده در مورد حقوق اساسی آمریکا قانون اساسی آمریکا حقوق بین الملل نخونده در حقوق آمریکا رو میگه آقای ظریف بهش میگه که همه رفتن زیر پستش گذاشتن پول تو پس بده به دانشگاه هاروارد به درست حقوق یاد ندادم خب اینو با حالت خنده و تنز میگه خیلی از اساتیدی هم که تو اون جلسه بودن میزنن زیر خنده میخندن و اینا بعد چه اتفاق میفته حرفایی که این آقا میزنه درست در میاد. یعنی ترام میاد ترام از برجا میره بیرون ملغا میکنه لغو میکنه همه تحریم ها رو برمیگردونه منافع ایران رو دوباره جلوش رو میگیره و دنیا هم در واقع هیچ کار دیگه ای نمیتونه بکنه و اینجا معلوم نمیشه که ایشون باید میره پولش رو پس میگیره در واقع دکتر ظریف باید میره پولش رو پولشو پس میگیره پول ایشونو بعد میداد خلاص این پول خلاص ماجوران که کی بعد پول کیو این وسط میداد ولی این نگاهیه که میخوام داشته باشید آی تامکاته من یه نکته دیگه هم بگم من از اساتیدم که دیگه الان باش درس ندارم ایشون همون سالهایی که بحث برجام بود با من یه صحبتی میکرد میگفتش که من هم اتاق ایشون بودم با هم توی خونه زندگی میکردیم در دوران دانشجویی فوق لیسانسمون در دوران دانشگاه و هم خیلی حالا صحبتای در مورد که کاری نداریم که مثلا آدم جدی بود و فلان بود و بهمان اینها اما تعبیری که این استاد علوم سیاسی خود من داشتش این بودش که این فرد که جوونه و داره این کارا رو در حوزه سیاست خارجی شروع کرد نام نگاری و فلان اینا برمیگرده به همون سال 2015 2016 و یعنی برمیگرده به حدود چقدر بگیم 8 سال پیش مثلا ایشون میگه که این فرد جاه طلبه میخواد در حزب جمهوری خواه خودش رو بالا بکشه و داره این کارا رو انجام میده چون اینا که جوانن میان اولش چندین سال تون میگه چندین دوره باید بیان کار کنن تا برسن به اون کسایی که پیر شدن و دیگه همه چیزا معمولا دست آنان. حالا شخصیت این فرد رو داشته باشید میخوایم ببینیم چگونه سوال جواب میکنه از این ژنرال ارتش آمریکا رئیس سنتکام در خاورمیانه چجوری سوال میکنه

Uh, iran deterred iran koneem, koneem, and uh, chih, i would tell you iran is undeterred in support to the houthis. they are undeterred in their support to uh, um, hezbollah, their support to hamas, the support into the west bank. they are deterred right now in iraq and syria in their support to uh, um, the iranian-aligned militia groups. but not in terms attacks, but not necessarily in terms of their funding and equipping. خب میگه که ایران همچنان در در پشتیبانی از حوثی های یمن انصار الله یمن حزب الله حماس حتی وسپنک رو میگه کرانه باختری رو میگه خب جالبه که به نظر ایران فعال شده اونجا و در واقع گروه های شبه نظامی که در مثلا عراق و سوریه هستن نه اونجا هنوز ما نتونستیم کاری بکنیم با زنگ اینجا اما در زمینه عراق و سوریه از نظر تهاجمی که حمله ای که به ما میکردن میگه اونجا مثلا ما تونستیم یه دیتر، دیترنس ایجاد بکنیم بازنده مقابلشون بکنیم مواظب باشیم که حمله نکنن ولی این به معنی نیست از نظر هنوز پشتیبانی مالی و نظامی و عملیاتی مثلا چیز باشه نه فعلا حالا به صورت موقت حالا اینو الان میگه که چه اتفاقی میفته okay. um, I response Senator Wicker you said there hasn't

پایگاه ها آمریکا در اردن در شمال شرق و اردن نزدیک مرز عراق و سوریه کشته شدن دیگه مثلا حمله نکردن بعد میگه خب نظرت این که این دی، این دیترنس این بازدارندگی ایجاد کنی ما تونستیم کنترل کنیم میگه که میگه خب این بر حتی گزاره های اطلاعاتی سازمان جاسوسی و این هستش اما یه نکته جالب اینجا هستش که چی میگه میگه که در این کاهش درگیری موقت این موقتیه Okay. Um, but they are still training and equipping those militias and other proxies in Iraq and Syria. 100%. If you raise and train a pit bull,

نکتهش اینه که میگه پس تو معتقدی که این داره همه این گروه های نیابتی ایران آل از نظر اینها پراکسی ها گروه های نیابتی به قول اینها و گروه های متحدش داره حمایت کامل میکنه و این میگه صد درصد اینطوره یه اصطلاحی میزنه میگه اگه شما مثلا از این پیت پالا فکر کنم این سگای وحشی که مثلا تو جنگ، توی جنگل و اینا میبرن واسه شکار و اینا میگه مثلا اگه یه پیت رو شما پرورش بدی و مثلا این جنجو و فلان اینا باشه بعد مثلا بذاریش تو باغچه همسایه یا مثلا توی باغچه بذارید دیوار دورش بکشی آیا و... کاری که اون میکنه اون پیت میکنه حمله میکنه به انسان ها به حیوان ها فلان اینا آیا تویی که اونو رشدش دادی بزرگش کردی و پرورش دادی تو مسئول هستی و این با خنده میگه که اینجوری یعنی داره تعبیر میکنه که ایران مثلا این نیروهای متحد منطقه اینا مثلا اینا رو تربیت کرده بزرگ کرده که اینا برن مثلا پاچه این و اونو بگیرن حمله بکنن این داره اینجوری تعبیر میکنه و این میگه مسئولیتش مستقیم پس میفته گردن ایران میخواد اینو بگه با این حالا نوع مثال زدن آمریکایی و حالا یه ذره تحقیرامی زیاده این حالت اینجوری بیان میکنه خیلی جالبه که اینا هنوز نفهمیدن که خب مثلا اون کسی که تو عراق اون کسی که تو سوریه است اون کسی که تو لبنان اون کسی که تو فلسطین اون کسی تو یمنه یمنیه فلسطینیه لبنانیه سوریه‌ای عراقیه Uh, اینا مثل مثلا عربستان و فلان که برن همه جای دنیا نیرو جمع کنن قطر و امارات و عربستان و ترکیه اینا از همه جای دنیا 45 کشور دنیا نیرو جمع کنن. بفرستن تو ترکیه بفرستن بفرستن تو سوریه بفرستن تو افغانستان بفرستن تو یمن این ور اون واسهشون بجنگن یا تو جنگ تحمیل برزد ما بفرستن مثلا uh, توی سپاهیان صدام مثلا برزد ما بجنگن این متفاوته یعنی نوع نگاه و این خب این فهم رو یا دارن یا خودشونو به در واقع نفهمی میزن Talking about those attacks, Senator Wicker um, asked you how many occurred since October 7th. What was that number? Number of attacks in Iraq and Syria, or where? Um, I think he asked Iraq and Syria. Iraq and Syria is approximately 175. Okay, 173. And how many times since October 7th have we struck Iran proxy positions in Iraq and Syria? I believe it is eight. That doesn't seem like a very good balance. Once. حادثه هفت اکتبر که حماس حمله کرد به درون سرزمین های اشغالی میگه از حادثه هفت اکتبر چند بار نیروها همپیمان ایران حمله کردن با آمریکا میگه اول سر هفته پنج بار سر هفته دو بار بعد میگه که خب چند بار ما جواب دادیم بهشون میگه 8 بار بعد میگه خب به نظر میسه هیچ بالانسی اینجا نیستش اینجا ما هشت بار اونها سر هفتاد بار این, این چجوری این دوتا با هم دیگه هیچ بالانسی نداره ببینیم جوابش چیه این جنرال آمریکایی کرولا مایکل کرولا مایک کرولا 73 to 8 what's up with that

نقطه اونا رو حمله کردیم و خب خیلی کشته ازشون گرفتیم من فرماندان کتاب حزب الله تو سوریه و تو فلان اینا مثلا اینا رو زدیم فرمانده هاشون هم زدیم مثلا کشتیم یا شاله شهید کردیم خب پس داره اینجوری میگه منظورش اینه که خب اگه ما میزنیم این بالانس رو داریم ایجاد میکنیم uh, Unfortunately though it wasn't just attacks on October 7th and since um, do you know the number of attacks from January 20th 2021 to last October 7th I don't have the, the number but it's it's up there senator

سنت کام فرمانده سنت کام شده بنابراین این یعنی در دولت بایدن اومده این آقای تام کاتن برمی داره میگه از زمانی که جو بایدن سر کار اومده تا همین اکتبر مثلا چقدر حمله شده این میگه من اطلاعات دقیق مثلا ندارم این رو وبسایت هست یا مثلا هست میتونیم اون بهتون به بدیم میگه که خب این آقای آستین اومده بود وزیر دفاع اومده بود میگه هشتاد و چند بار شده و ما چند بار جواب دادیم دوباره میگه من نمیدونم عددش هستش میشه بعدا در میگه مثلا چهاربار آمریکا جواب داده یعنی تو اون قبل از حادثه هفته اکتبر این سمت هم که آمارشو گفتیم قبل از اون این بوده که مثلا چهار بار آمریکا جواب دادن هشتاد و چند بار این و نیروهای متحد ایران حمله کردن آمریکا اینا چرا تام کاتن میاد این تاریخ ها رو بازی میکنه میخواد به یکی از زمانی که ترامپ رفته جمهوری خواه رفتن دموکرات اومدن مثلا نیروهای ایران و نیروهای همپیمان ایران اینا شده به قول اینا جریتر شدن و حمله بیشتری کردن که این اعداد و اینها خیلی سیاسی بازیه حالا بعدا در مورد اگر ترامپ هم بخواد رئیس جمهور بشه و قطعی شد بیشتر در مورد این اعداد و ارقام بیشتر صحبت میکنیم البته اینکه حالا در جمهوری اسلامی یعنی هم دولت دسته کی هست یا دول... کی... چه کسی تو دو دولت هست اینا هم خب و در شورای امنیت ملی کیا دسته بالاتر دارن اینا هم خب مسئله مهمی که هستش که بهش میپردازیم Again, not a, not a Okay, you said they're not deterred with the Houthis, which I think we can see obviously since the Houthis keep sinking ships and killing people every day in a global choke point that accounts for one sixth of the world economy. Um, have you offered strike options uh, against the Houthis that go beyond the current strikes that have occurred? I provide options, a wide variety of options, everything from cyber to kinetic. and with the risk of escalation based on those. Can you tell me a little bit about the campaign? خب ببینید حالا برنگرد دیگه به بحث یمن میگه که خب تو یمن میبینیم که این کاری که ما داریم میکنیم اصلا بازارنده نبوده بوسی ها هر روز دارن حملاتشون بیشتر میکنن میکشن و فلان و این در واقع چک پوینتی که هستش این بابل مندب یک شیشم تجارت جهانی ازش انجام میشه بین حالا مثلا 15 درصد 20 درصد بستگی به کالاهای مختلف داره ازش انجام میشه و آیا شما که مثلا مسئول سنکام هستین بجز این کمپینی که آمریکا گذاشته با انگلیس و اینا داره انجام میده شما آپشن های دیگه چیزای دیگه هم گفتی برای حمله و میگه آره من یه سری بحثای مثل سایبر اتاک و بحثای واقعا حمله مثلا نظامی و اینها یه همچین چیزهایی گفتم البته در کنارش ریسک این که بخواد این گسترده بشه و مثلا ایران درگیر بشه کشور دیگه هم درگیر بشن گسترش درگیری این رو هم گفتم و دیگه قطع میکنم اینجا when we wrote back in uh, and that is to compel iran to cease their support and attacks of their proxies and it is to hold iran accountable for those are you currently implementing that campaign we are implementing portions of that campaign but it requires a whole of government there is no just big m military in our instruments of national power between diplomatic information military and economic پس خیلی جالب بگید میگه مثلا حالا این ام, کاری که ما میخواستیم بکنیم که ایران رو محدود کنیم و فلان و اینها یه برنامه بلند پروازانه و مثلا من نوشتم مثلا همه چی و فلان اینها یه نکته این میگه میگه خب حالا اون کار انجام میدید میگه بخشش رو داریم انجام میدید میگه خب چرا میگه که دلیلش اینه که همه دولت باید بیاد درگیر بشه بحث دیپلماسی و بحث اقتصادی و بحث فلان اینا. یعنی کل مثلا افکار آمریکا اینا برای اینکه معلوم نیست به کجا بکشه دیگه ممکن گسترده بشه جنگ بشه اینا بنابراین این کل مجموعه حاکمیت آمریکا باید بیاد درگیر این قضیه بشه ولی ما اونجایی که مثلا در توان خودمون هست داریم سعی می‌کنیم بازندگی رو ایجاد بکنیم okay. um, you testified or you stated that uh, one of your priorities is limiting اینجا نکته جالب میگه و این برمیگرده به اون صحبتی که من اول جلسه کردم میگه که خب شما گفتید که ما همیشه داریم مخصوصا در همین ماهای اخیر جلوی ریسپلای یعنی جلوی اینکه ایران هی میخواد مثلا اینا ادعا میکنن که ایران حالا از طریق دریا و خشکی و اینا مثلا با اینکه یمن محاصره کامل زمینی هوایی دریایی هست اما مثلا با لنج و با چی و اینا مثلا سلاح میفرستن نمیدونم چه جم... میدونم بم میفرستن حالا قطعه های مختلف پهباد و موشک و اینا میفرستن که اونا سرهم کنن و تفنگ میفرستن نمیدونم اصلا میفرستن فشنگ میفرستن موشک می... این چیزا میفرستن خب ادعا می یه سری هم گرفتن نمایش میدن میگن آره مثلا اینا رو ایران خواسته بفرسته برای روسیه میگه که خب شما می جلوی اینا رو بگیرید و مثلا این سری هم گرفتی ادعاتینه چرا حمله نمی کنید به مراکز اصلی تولید سلاح و مهمات و موشک و پهپاد ایندیجنس یعنی در داخل خود یمن خود یمنی‌ها دارن درست میکنن که میگه در طی این سالهای گذشته ایرانیا رفتن براشون اونجا این کارخونه ها و این تجهیزات و اینها رو ساختن درست کنن که دیگه خود مختارشن یعنی بگم قدرت درونی دارن قدرت خودشون دارن. خیلی هم نیاز محتاج ایران نیستن خودشون دارن تولید میکنن و میسازن و کار میکنن میگه چرا به اونا حمله نمیکنی in, no, making a lot of own

اینا مگه یه فیکس سایت نیستن یه جای ثابت نیست مشخص نیست یه کارخونه است و یه فلان چه حمله نمیکنه بهشون خیلی جالبه که میگه که حالا من دقیق جلسه پشت دههای بسته که اینجوری عمومی نباشه که تو یوتیوب پخش و توی مثلا سایت وزارت دفاع باشه و این جلسه جلسه عمومیه میبینید همه شرکت میکنن بعضی این جلسه تو پرسش پاسخ عمومیه بعد بعضیاشو میتونن خب پشت در بسته بزن میگه اگه میخوای یه جلسه پشت در بسته بزن که من بگم در مورد حالا اینکه ریسک در مورد مخاطراتش چیه در صحبت کنم این میگه خب اینا فیکسن دیگه برید بزنیدشون دیگه با هواپیما برید تق تق بزنید اینا رو میگه که آره شدنیه به شرطی که بدونی کجاست و این خیلی برای من سوال چون دیگه ادامه نمیده چون این میخواد پشت پرده بگه به نظر میرسه من این الان برام خیلی عجیب شده به نظر میسه در این چند سال اخ... چند سالی که انصارالله یمن تونست بیاد و مرکز اصلی یمن رو به دست بگیره به نظر مثل این کاری که ایران کرد و بعض وقتا توی میاد که به صورت زیرزمینی حالا الان جدیدن مثلا جای آشیانه پرواز پرن حواپ های جنگی رو درست کردن ولی قبل از اون نشون دادن که به صورت زیرزمینی جای چی میگن مثلا ذخیره انبار موشک ها و حتی فرستادن موشک ها رو درست کردن در کنار دریا هم اینطور خیلی از این اجدرهایی که مثلا بیفته تو دریا بره یا موشک های زمین به دریای بالستیک های دریایی اینها اینها رو اومدن در واقع چیکار کردن نزدیک سواحل و اینها به صورت زیرزمین درست کردن این که اینا به راحتی از روی هوا نتونن بزنن و اینا یه پدافندی داشته باشه توی عمقی باشه بیاد بالا بزن دیدید دید مثلا دریچه باز میشه موشک ایران میاد بیرون شهاب میاد مثلا بیرون زده میشه که اینها یک کنترل داشته باشن حالا اون فضایی هم که قاعدتا بعد از اولین دومین ضربه یا توسط ماهواره ها و پهپادهایی که دائم دارن مثلا ماهواره ها رو سر ایران ولی پهپادها و اینها روی سر یمن مرتب دارن عکس برداری میکنن و اطلاعات میگیرن چندین در مختلف گذاشتن که اگه اینا هم یکی رو فهمیدن بتونن از درهای دیگه موشک بزنن نام یه کار عظیم تو ایران داره میشه و زیر زاگرس و زیر کوه ها و اینا دارن این کارا رو انجام میدن به نظر مثل این کار رفته تو یمن هم شده برای اینکه این میگه که ما نمیدونیم کجاست که بریم بزنیم اگه بدونیم کجاست که میریم با اف 16 و اف 35 و اف 22 و مثلا اینا میریم میزنیم بمبارون میکنیم ولی ما نمیدونیم سایتایی که یمنی ها دارن تولید موشک و تولید پهباد میکنن کجاست تنها چیزی که اینا میزنن این پایه ها این, این پایانه نهایی این مثلا ادعایی که آمریکایی میکنن اینه که آقا الان سه تا پهباد سه تا موشک مثلا چی آماده بود لانچ بشه از روی حالا این مثلا دیدید این موشک های شهاب ایرانه که پهباد های شهاب دیدید که چگونه میره ده شهاب 136 بود شهاب شاهد شاهد 136 دیدی چگونه میره دیگه مثلا یه کامینی میاد وای میسه یا دریچه اینجوری باز میشه ازش 6 تا از اینا هست 6 تا با هم دیگه حمله میکنن میرن یا مثلا پشت وانت میزنن میره یا مثلا پهپادهای مختلف انواع مختلف که اینا میرن یا اینکه مثلا باند فرودگاه بون میشه میره حالا انتحاریا به نوعی چیزای دیگه به نوعی. بنابراین میگه ما اون نهایی رو میریم میزنیم اونو که میادش بیرون مثلا میبینیم چیه میریم میزنیم ولی پایگاه رو نمیتونیم بزنیم کارخونه رو نمیتونیم بزنیم این خیلی نکته جالبی هست به نظر من که در مورد یمن داره اتفاق میفته که همه فکر میکنن خب هم عربستان 8 سال جنگید هم الان آمریکا و بریتانیا با تجهیزات بیشتر دارن میرن و مدرنتر میجنگن با اطلاعات دقیق‌تر میجنگن اما چطور نمیتونن در واقع یمنی ها رو شکست بدن یا توانشون کم کنن که توانشون بیشتر هم میشه یه جوری شده آقای okay. تام کاتن می‌بینید تو رموو فرام لیست 2021 خب من می‌خوام برنامه رو تقریبا تموم کنم تو 5 6 دقیقه آینده فقط یه چیز سریع بهتون بگم ببینید اولا که شما میبینید که چقدر این جلسات دیگه هیرینگ یا تستیفای سنا و کنگره آمریکا رو دیده باشین مقامات مسئول سیاسی میان یا همین اعضایی که مال تیک تاک و تیک من خودم استفاده چیه مال تیک تاک و شبکه های اجتماعی بودن اومدن مال فیسبوک و اینستاگرام و اینها میبینید که باشون با چقدر تون صحبت میکنن سناتورا و کانگرسمن ها و نمایندگان مجلسشون با سیاسیون با افراد مختلف خیلی تند حرف میزنن تو حرفشون می ولی با نظامی ها این چقدر محترمانه حرف میزنه باش موافقم نیست حالا چلنج هم بعضی میکنه سوال هم میپرسه اما محترمانه حرف میزنه وسط حرفش نمیپره احترام به نظامی ها در آمریکا بسیار بالاست بسیار بالا ممکنه مردم از جنگ عراق و ویتنام و اینا بعدشون بیاد ولی اونو به عنوان کاری که منداره و تصمیم سیاستمدارا در زمین کرد. اونو پالیسی در نظر میگیرن به نظامی توهین نمیکنن این برعکسش تو جامعه است دیدید مخصوصا رفتاری که آقای روحانی و ظریف و دولت اونها داشتن و در چیز تبلیغات و انتخابات و اینها به گونه ای بود که اومدن کاری که کردن این بودش که مثلا نظامی ها رو آدم های بد نشون میدن هر کی نظامی هر کی فلان این کار آدم به بدیه مثلا باید بهش توهین کرد باید فلان کرد و این خیلی بدا یعنی شما به نظامی توهین نمی کن. حتی تو این جلسه تفاوتش با جلسه دیگه کاملا مشخصه یه بحث دیگه بگم دولت بایدن که سر کار اومد برای اینکه هم به عربستان فشار بیاره همین که ماجرای یمن رو حالا یه جوری تمامش کنه که اونجا هزینه بیخود ندن اومد در واقع انصار الله از لیست تروریستی آمریکا در آورد لیست تروریستی وزارت خارجه اینا خزانه آمریکا در آورد مثلا میدونید سپاه هنوز تو اون لیسته و یکی از دلایلی که مثلا مذاکرات برجام عقب افتاد این بود که ایران میگه سپاه بعد از لیست تروریستی در بیاری درم نیوردن آخر ولی انصارالله همون اول که اوباما اومد سر کار از این در بود گفت بریم مذاکره کنیم که قضیه تمام بشه و یه فشاری هم به عربستان باشه الان تام کاتن داره میپرسه که آیا این که تو اون جنوری 2021 که بایدن اومد سر کار انصارالله از لیست در بودن کار خوبی بود و این میبینید که این تفاوت بحث سیاست و بحث نظامیگریه اینجا این فرمانده سنتکام میگه که اون بحث پالیسی بود من به اون دخالتی

Um, دو سال که میشه سه سال سه سال پیش نه لیست ترسی در بودیم آیا این باعث شد که به اینا جرعت به دو اینا فکر کن هر کار دلشون میخواد میتونن بکنن و از دستش هم در برن و مثلا چیز نشیم این میگه که نه به نظر من اون پیش دلیلی نداشه یعنی تغییر رفتار اینها و کاری که الان اینا کردن ربطی به اون نداشه بالاخره این بحث حالا من اگه بخوام این تکش اضافه بکنم بحث غزه و بحث فلسطین اسرائیلیا بوده و این اتفاق افتاده این ربطی به این قضیه نداره okay. uh, designated, designated global terrorist organization, which Pale simulacrum of being designated a foreign terrorist organization. That doesn't seem to have changed their calculus, does it? It does not. Thank you. Miguel, can I pass? I'm saying that again. We've already done it. We have a list of terrorist groups that are in contact with Iran. At the moment, no. This is the arrival of the answer Yemen. چیزی ایجاد نکرده میگه نه خب تغییر رفتاری نکردن همون کاری که دارن میکنن بعد از جنگ غزه اتفاق افتاده بعد در دفاع از مردم مظلوم فلسطین دارن گفتن اقدام میکنیم و دریای سرخ سرخو میبندیم تنگ بابا من دارم میبندیم همون کار دارن ادامه میدن پس این رفتار آمریکا تأثیری در واکنش اونها نداشته اون واکنشش دلیلش چیزی و جنگ غزه اینها بوده that um, We could see Attacks against U.S. or Western interests abroad with little to no warning in as little as six months. Are, are you speaking there about ISIS and Al Qaeda from uh, Afghanistan? ISIS, Khorasan specifically, and okay. also out of Syria, which they are trying to vector into predominantly European countries. So so ISIS out of either Afghanistan or Syria attacks against U.S. interests and Western interests abroad in as little uh, as six months. Correct. Now, ab abroad, can mean a lot of things abroad can mean you know our embassy in Tajikistan it could also mean western europe or north america can you be europe more specific and The timeline you foresee in which uh, those terrorist organizations could launch an attack with little or no warning against the american homeland do you think is it a lot more difficult for them to be able to do that and require substantially more resources okay so 6 months anywhere across eurasia and indeterminate time in north america yes thank you این در واقع من کنم شایم. این نکته نهایی هم که اینه که حالا تحلیلی که این فرد داره فرمانده سنت داره اینه که در از 6 ماه ممکنه یک حمله ای به آمریکا بشه البته حالا نه اینکه به خاک آمریکا بلکه به منافع آمریکا مخصوصا در منطقه آسیای میانه حالا بخشی هم در قسمت حالا سوری و عراق و اینها ولی از طرف داعش و از طرف القاعده و از طرف نیروهای مثل اونها حالا این هم برمیگرد به اینکه ادعای آمریکایی ها اینه که مثلا نیروهای نظامی آمریکایی اینه که از وقتی که آمریکایی از افغانستان خارج شدن افغانستان دوباره داره تبدیل میشه به یک زمینی برای حالا میروه های تروریستی از قول رادیکال اسلامی جهادی ها و اینها مثل القاعده و مثل داعش و اینها که بتونن در واقع به منافع آمریکا منافع غرب حمله کنن بحث اروپا رو مطرح میکنه ولی بیشتر بحث آمریکا که ممکنه در از 6 ماه ما اطلاعات کافی نداشته باشیم و اونها بتونن قوی بشن و حمله کنن مخصوصا حالا بحثش تو همون حوزه تاجیکستان و ازبکستان و منافع و آمریکا در آسیای میانه هستش بیشتر منظورش اون قسمت هستش خب من جلسه امروز میخوام تموم بکنم ولی این نکاتی که داره در منطقه اتفاق میفته تاثیرش در سیاست داخلی آمریکا تثیر سیاست داخلی آمریکا در سیاست خارجی آمریکا و اینها در واقع نکاتی هست که ما باید به هم دیگه متصل کنیم اما شاید مهمترین مسئله ای که این فیلم نشون میداد این بود که چگونه یک گروهی که شما میدونید یمن ضعیف ترین کشور عربی هستش و در بین کشورهای عربی همیشه معروف بوده به اینکه ضعیف ترین شاید کم بهره کشور عربی تا حدی گفت وجود داشته با این همه منابعی که داشته حالا این داستان تاریخی داره و بحثی که داره و جالب یه گروهی که تازه همه یمن دستش نیست ولی نقاط اصلی یمن دستشه و ائتلافی که الان تشکیل داده و دولتی که اونجا داره در واقع این دولت کاری کرده که این سناتور آمریکایی مثل تام کاتن که سناتور تندرویی هست و سناتوری است که جنگ طلب هست تا بعضی حتی ترامپیست هست در بعضی موارد مثل نوکان ها هستش ضد ایران هست بسیار زیاد و اینها در واقع عجیبه که این فرد دیدید توی قیافش و توی نوع جوابی که حالا فرمانده سنتکام بهش میداد اصلا آچمز شده بود و نمیدونست چی بگه چه چیز بیشتری بگه چه چیز بیشتری بخواد و چگونه به چالش بکشه برای اینکه نیروهای نظامی آمریکایی واقعا دچار مشکل شدن در این منطقه در حالی که اصلا مسئله آمریکا به جایی که اینجا باشه و هزینه اینجا بده مسئله اصلا آمریکا چین هست روسیه هست و اون دوتا دارن استفاده های خودشون رو در بازی بزرگان و بازی قدرت انجام میدن خیلی خب موفق باشین فعلا خداحافظ شما اگه دوست داشتین لایک کنین لطفا کامنتاتون رو برای بذارید و ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید خداحافظ